در سال 1936 ویلهلم کوانیش در نزدیکی های شهر باستانی تیسفون پایتخت اشکانی و ساسانی در محلی به نام خجودزابه و سلمان پاک کوزه هایی کشف میکنه که با بررسی اونها متوجه میشن که کوزه های معمولی نیستن، چرا که داخل اونها چیز کاملا سورپرایز کننده ای بود. چند تا فلز مختلف که با قیر داخل کوزه ها تثبیت شده بودند. چند تا فلز هم در نزدیکی همان کوزه ها کشف شد که به عنوان سیم ازشون استفاده می شده. بله، نام اونها باتری بغداد یا باتری اشکانیه. تصورش رو بکنید این باتری ها در دوره های اشکانی یا پارت ها تولید شدن و همچنین تولید اونها تا پایان دوره ساسانی ادامه داشته. یعنی تقریبا از 2160 سال پیش تا 800 سال بعد از اون استفاده می شدن. یعنی از 2160 سال پیش تا وقتی که سلسله ساسانیان به دست مسلمان ها نابود شد. و این در حالیه که در سال 1799 حدود 200 سال پیش بود که الکساندر ولتای ایتالیایی باتری رو اختراع میکنه. ولی وقتی که در سال 1936 باتری اشکانی کشف میشه و میفهمیم که باتری 2000 سال قبل از اون وجود داشته، متوجه میشیم که ما فقط داریم تاریخ رو تکرار میکنیم. این جریان همچنان ادامه داره. باتری کشف شده در برگیرنده یک کوزه سفالی تخم مرغی شکلیه که به بلندی 14، قطر 8 و دهانه 3.3 سانتی متریه که یک میله آهنی به شکل ستونی در بخش میانی اون هستش و نقش قطب منفی باتری یا کاتد رو به عهده داره. پیرامون این میله آهنی یک استوانه مسی قرار گرفته که به کمک قیر در جای خودش محکم شده و در بخش دهانه باتری از قیر برای آب بندی باتری استفاده شده. میله های سیمی شکل برونزی و آهنی که در نزدیکی های محل مورد بررسی یافت شدن نقش اتصال رو بازی میکردن. درباره الکترولیت به نظر میرسه که از محلول های مس، سرکه و آب لیمو بهره گیری میشده. با در نظر گرفتن این واقعیت که استیک و سیتریک به خوبی برای کیمیاگران شناخته شده بود، شاید بشه گفت که از این محلول ها نیز استفاده میکردن. به صورت تئوری ولتاژ باتری بغداد نزدیک 7.9 صدم تا 1 ولته و به راحتی میشد در حالت سری از اونها ولتاژ بالاتری تولید کرد. جریان الکتریکی به دست اومده از این باتری ها هم نزدیک چند میلی آمپر هستش. از این باتری ها برای طلاکاری هنری ظروف هم استفاده میشده، به این صورت که کاربرد این باتری ها جهت فراوری جریان الکتریکی، آبکاری الکتریکی برای دیگر فلزات بوده که کشف ظرف‌های آبکاری شده در نزدیکی‌های محل کشف این باتری‌ها تایید کننده این مطلبه. یافته که به نوبه خود از یک جهش علمی تاریخی و تکنیکی پرده برمی‌داره. این واقعاً آرزوی همیشگی کیمیاگران بوده که بتونن فلزات رو به طلا تبدیل کنن و این فرضیه وقتی به وجود اومد که خود آقای کونیک بشقاب‌های نقره‌ای رو توی موزه ملی عراق دیده بود که لایه نازکی از طلا روی اونها پوشونده شده بود. که طبق معمول بسیار ساده و قشنگ این تئوری توسط دانشمندان منفی‌گرای چماق به دست تکذیب شد. با این حال تو 3 سال پیش گذشته حداقل 2 مرتبه اثبات شده که این کوزه ها میتونن الکتریسیته تولید کنن. در این 2 آزمایش این کوزه در تولید الکتریسیته و همچنین فراهم کردن انرژی لازم برای آبکاری طلا بر روی نقره با موفقیت بیرون اومده. ولی باز یه باستانشناس به نام کن فدر گفتش که این آزمایش ها هیچ چیزی رو ثابت نمی کنه و هیچ ارتباطی بین باتری اشکانی و اون آثار آبکاری طلا شده نیستش و اونها رو با استفاده از فلز جیوه یا مرکوری در دمای بالا طلا کاری کردن که اصلا یه چیز دیگه است. البته جدیداً خیلی ها این تست رو انجام دادن، هم تولید الکتریسیته و هم طلا کاری با این باتری ها که تو یوتیوب میتونین اونها رو پیدا کنین. و دیگه خوشبختانه باستانشناس نماها نمیتونن با نظراتشون جلوی درز این اطلاعاتو بگیرن. به این عکس‌ها نگاه کنید. اینا آثار متعلق به دوره اشکانی هن که توی موزه پاول پتی آمریکا نگهداری میشن که از نقره و لایه نازکی طلا ساخته شدن. این لایه نازک طلا آیا با آبکاری ساخته نمیشه؟ آیا این همه شواهد باز هم برای اثبات این قضیه کمه؟ و باز این آثار رو ربط میدن به طلاکاری با جیوه که مجبور به گفتن این حقیقت نشن که ایرانیان باستان تکنولوژی تولید الکتریسیته و تکنیک آبکاری و حداقل 2000 سال قبل داشتن. البته گفته میشه که از این باتری ها در درمان امراض هم استفاده میشده. در هر صورت چه این واقعیت داشته باشه چه نه، باتری وجود داشته. در واقع شاید نشه خود باتری اشکانی رو در کشورهای دیگه به آسانی پیدا کرد
ولی شکل و شمایل شبیه به اونو چرا؟ یکم عقب‌تر یعنی به 4000 سال پیش که بریم میتونیم رد پای خیلی عجیبتری از این باتری یا حداقل بشه گفت چیزی شبیه به این باتری رو پیدا کنیم. در معبد هاتور در شمال لوکسور یا الاقصر مصر بر روی دیوار اتاقی که گفته میشه که تنها راهبان اعظم اجازه ورود به اونجا را داشتن، حکاکی عجیبی دیده میشه که عده‌ای اونو خیلی ساده ربط میدن به افسانه ها و اونو تولد مار از داخل گل میدونن، گل نیلوفر یا هرچی. برخی نیز اونو دال بر پیدا کردن مدرکی مبنی بر وجود الکتریسیته و لامپ در اون زمان میدونن، چند لامپ بزرگ که چند نفر اونو با سرشون نگه داشتن و حتی میشه دید که به خاطر داغ بودن اون حتی چیزی روی سرشون گذاشتن. در واقع میشه گفت که این مار نشون دهنده شعله است. در انتهای این لامپ کابلی هستش که به چیزی مثل منبع تغذیه وصل شده که میشه اونو به نمونه‌های بزرگ و ابتدایی تر باتری اشکانی مربوط دونست. در کنار این تصویر شخصی با صورت حیوان و دم دیده میشه که اوپو یا خدای میمون نام داره، که دوتا چاقو دستش هست که این مفهومو میتونه داشته باشه که از چاقو میشه هم استفاده خوب و هم استفاده بد کرد، چرا که جلوش چیزی شبیه به این حکاکی شده. A warning. They are issuing a warning that this ancient knowledge, it is the texts that tell us what's happening here. The texts say that this is a knowledge of credible energy and wisdom that can be abused. هشدار. دانش باستانی از انرژی و قدرت غیر قابل وصفی که میشه ازش سوء استفاده کرد. اینجا نمونه کوچک اون لامپ رو شبیه سازی کردن و بعد به باتری اشکانی وصلش کردن و کار کرد. یک تخلیه الکتریکی به شکل مار. Then Dannegan and his associates decided to test this hypothesis in the laboratory. We made a model of this electric bulb exactly in the same measurement. Would it work? Would it function? And it functioned. It works. به نظر شما یکم عجیب و جالب نیست؟ هشدار. دانش باستانی از انرژی و قدرت غیر قابل وصفی که میتونه ازش سوء استفاده بشه. نوشته حکاکی شده تو 4-5 هزار سال پیش میگه دانش باستانی از انرژی. یعنی چقدر باستانی که برای مصریای 5000 سال پیش هم باستانی بوده؟ یعنی اون موقع هم این تکنولوژی باستانی بوده؟ آیا متعلق به فرهنگ‌های ما قبل تاریخ و تکنولوژی به جای مانده از فرهنگ‌های قبلی بشری بوده؟ و به خاطر خطرناک بودن اونو از دیگران مخفی میکردن؟ چرا که میبینیم که بعد از تسخیر ایران دیگه هیچ اثری از باتری دیده نشده و این دانش به دیگران انتقال داده نشد. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. در هر صورت اینا حاصل تحقیقات من بود و لطفاً اگه کاستی داشتم ببخشید و با نظرات مهربونتون منو یاری کنید. منتظر ویدیوهای بعدیم باشید. متشکرم.